امیدواریم که هست که حالتون عالی باشه. همونطور که میدونید ایشون اومد تو داستان واقعی زندگیش گفت که خیلی تلخ بود و همتون خیلی استقبال کردید. البته نمیدونم ویدیو قسمت دو شو دیدید اگه ندیدید ببینید چون گذاشته شده و قسمت سه هم میذاریم براتون چون مقدار طولانیه. به خاطر همین خیلی دیگه هم تشویق شدن چون آیدی تلگرام هم براتون گذاشتم. یه مدت تلگرام هک شده بود که اونم داستان داره، حالا بعد براتون بگم. باز دوباره براتون تلگرام میذارم که اگر شما هم داستانی دارید که دوست دارید توی این کانال شنیده بشه برای من بفرستید. این داستان داستان خانم ساراست و دوستشون مارال. داستان سارا و مارال داستانش خیلی خیلی پیچیده است که برای من از من خواهش کردن که توی این کانال بذارم. سارا میگه مثل اینکه ایشون متأهل بوده، ازدواج کرده بوده، از زندگیش هم راضی بوده، یه دوستی به اسم مارال داشته که دوست در واقع دوست صمیمیش بوده و میومده میرفته خونهشون و دوست معمولی بودن اینطور که سارا میگه. و در واقع یه روزی که مثل اینکه مارال سارا شوهرش این بوده که میرفته ماموریت، میره ماموریت و مارال پیشش میمونه، مثل اینکه قبلا هم پیش اومده بوده که چشم بمونه ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاده. بعد سارا میگه اون شب به صورت اتفاقی همطور که مثل همیشه کناره هم خوابیده بودن و داشتن چت دوستانه میکردن، صحبت دوستانه میکردن، یه دفعه مارال بهش نزدیک میشه و اون چیزایی که نباید اتفاق میفته، خودتون میتونید بفهمید یعنی چی. و بعد از این سارا سارا میگه که با این که اصلا قبلا به این موضوع حتی فکر نمیکرده و داستان دوست نداشته که به این سمتا بره، یه دفعه ای به صورت عجیب غریبی کشش پیدا میکنه به این خانم. و به جای این که میگه، سارا میگه نمیدونم چطوری شد که به جای این که پس بزنم رفتم جلو و این کار رو ادامه داده به جایی رسیده که شوهرش طلاق گرفته. خیلی متاسفم، من خیلی متاسف شدم از این داستان ولی الان بدون قضاوت فقط داستانش رو تعریف کنم. و به اینجا رسیده که شوهرش جدا میشه و با مارال همخونه میشه، زندگی میکنن، به هم نزدیک میشن مثل قبل. و میگه خیلی زود اون چیزی که فکر میکردم ناپدید شد. یه دفعه فهمیدم که این چیزی نیست که من میخوام. بعد از چند ماه که با این خانم رابطه داشته و به هم نزدیک بودن و اینا، بعد متوجه شده که جای خالی شوهرش رو حس میکنه، جای خالی یه مرد رو توی زندگیش حس میکنه و پشیمون میشه. حتی به شوهرش هم میگه که حالا جالبه که شوهرش هم فهمیده بوده. یعنی متوجه میشی؟ اگه چیزایی بو برده بوده اینو، مثل اینکه از کسی به گوش شوهرش رسیده بوده. شوهرش هم خیلی کنجکاو شده بوده که آیا این درسته، ولی اصلا باورش نمیشده و این باعث شده که در واقع شوهرش هم خب دیگه بگه که اوکی اگر اینطوری هستش بس واقعا باید طلاق بگیریم. ولی تازه طلاق اصلی رو در واقع تمایلش مو این خانم بوده به خاطر قولی که به مارال داده بوده. و بعد جدا میشن و بعد همونطور که گفتم جای خالی شوهرش رو احساس میکنه و دوباره حتی درخواست میکنه شوهرش که برگرده و دیگه این اتفاق نمیفته. حتی دیگه رابطهش رو با مارال هم خراب میشه و مارال با یه دختر دیگه میره و الان سارا تنهاست. و بعد از سالها تنهایی، بعد از 10 سال بیشتر، سارا میگه که افسردگی شدید گرفته و داره قرص مصرف میکنه که خیلی از این بابت ناراحتم و امیدوارم براش آرزو میکنم که هر چیز زودتر خوب بشه و همین که درسی گرفته حداقل از این داستان خیلی خوبه. و داستان بعدی داستان نیلوفر هستش. این سبک داستانو خیلی داشتم، چون خیلی داشتم
تصمیم بود. بازم داستانهای مختلف راجع به زن و شوهری و و و چه می‌دونم خواهر شوهر اینا دارم، اما اینا چون انقدر زیاد بودن و یکیش هم دوست خودمه که میخوام براتون بگم، شما اصلا دیگه اصلا داستان سارا پیشش هیچه. اینجوری براتون بگم داستان سارا براش پیشش هیچه. تو در جریانش هستی ولی داستان نیلوفر رو میخوام براتون بگم که حالا این برعکسه. نیلوفر داستانش این بوده که شوهرش حالا یه دفعه اینجوری یه بچه داشته، یه بچه 7 ساله اینطوره داشته و خیلی هم با هم خوب بودن. اصلا میگه اولش من هیچ چیزی ندیدم که فکر کنم مثلا شوهر من اینجوریه. هیچ چیزی نبود که چون من ازش پرسیدم بودم که آیا از اون اول یه جوری حالتی یه حالی بود صداشون چشاشون آره گفتم که هیچ چیزی نبود راجبه شک کنی، اعتیاد نداشت، چیزی نبود که مثلا حالا به شک کنی. گفت اصلا یه مرد معمولی بود، حتی بچه دار شدیم، هیچ مشکلی هم نداشتم توی روابطشون به هیچ عنوان. یه روز میاد خونه و میبینه که شوهرش ببخشید اول معذرت میخوام، اولین چیزی که مچشو میگیره بعد قبل از خونه این بوده که تو گوشش یه دفعه شبونه میره تو گوشی شوهرش و میبینه که با وقتی که نبوده با لباسای خود نیلوفر با لباسای زیرش عکس گرفته بوده، من مدل به مدل. من درسته که مثلا قبلا این داستانی بود ولی یه جوری میشه من مستری مدل به مدل میپوشیده و عکس داشته تو موبایلش. یه روز به نیلوفر میگه که دوستان میخوام بیان خونمون، میخوایم با هم مثلا دور همی باشیم. خب نرمالش اینه که مثلا میگه که اونو که دیدم شر بهش نگفت. چرا؟ میگفت یه شری به پا شد و یه دعوای حسابی و یه شر به پا شد و اینا، منتها چیزی فکر نکرده که مثلا اونجوری باشه. آره گفته که آخه مگه میشه مثلا تو ناباوری بوده که باورش نمیشده. میدونی میخواسته یا خودشو گول بزنه به نظرم. بعد از این یه بار بهش میگه که برو بیرون، برو که دوستان میخوام بیان و اینا دوره همین. و اینا مثلا همه تو ایران ها نه اینجا، برای کسی که با کانال تازه آشنا شده ما تو انگلیس هستیم ولی این مثلا تو ایران از ایران برام فرستاد. خلاصه میاد خونه و میبینه که آرایش کردن و همشون لباسای معذرت میخوام زیر زن رو اونجوری پوشیدن و اونجا بوده که دیگه دستگیرش میشه چه خبره و دیگه قانع نمیشده و بعد شوهرش میسن که میزنه زیر گریه و اعتراف میکنه که آره من رابطه جنسی دارم با دوستان. حالا نیلوفر واقعا معلومه یه دختر خوبیه، از صداش مشخصه که دختر خوبیه و یه بچه داره و حالا با بچه یه بچه تنها داره زندگی میکنه، خودش داره به سختی حالا زندگیشو میگذرونه یا بالاخره یه زن با غیرت و با شرف که حداقل بچهشو خیلی دوست داره و هر جور شده داره زحمت میکشه برای بزرگ کردن بچهش. داستان بعدی داستان یه دوتا دانشجو بودن توی در واقع وقتی که داشتن درس میخوندن توی دانشگاه با هم درس میخوندن، یه بار قرار گذاشتن که برن خونه هم دیگه و با هم درس بخونن و متاسفانه کار به جای باریک کشیده میشه. نمیدونم چون زیاد توضیح ندادن و بعد از اون این قضیه باعث بشه که درسشون رو ول کنن، زندگیشون از هم بپوشه و بعد از اینکه با هم چند سال بودن دوباره با هم تموم کردن رابطهشون رو و الان این خانومی که با من تماس گرفت که گفتن اسمشون رو نگم خیلی خیلی پشیمونن و احساس میکنن که احساس گناه میکنن که چرا نمیتونن از ذهنشون پاک کنن. بریم سراغ متاسفانه داستان دوست خودم که تو هم دیدیش هم در جریانه چون اومده اینجا. اگر بهتون بگم که اینو چون از نزدیک خودم دیدم میتونم قشنگ براتون به عمق فاجعه رو براتون بگم، چون اگه یادت باشه میومد اینجا درسته بله. اولا که ایشون همسایه‌مون بودن
و خب یا آقایی که مثلا تجربت بگم اولش اینجور شد که از نظر همسایه کار همسایه مثلا با من دمه در یه سوالی داشت اینطوری بود که نم 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 با ما دوست شد و خب من از همون روز اول آقای انگلیسیه آقا که یه پسر از همون روز اول متوجه بودم که مثلا خب صحبت کردنش مثلا با لحن دخترون است میتونستم بفهمم که فرقی داره بعد در واقع هم این که صحبت کردنش فرق داشت هم این که مثلا دو نفر بودن با هم زندگی میکردن یعنی در واقع یه زوج بودن که جفتشون یه حالی بودن مثلا اولش اینجوری من فهمیدم که خودش لحن دخترانه داشت و دوستش که دیگه خیلی خانمونه بود مثلا مثل اینا که مثلا میگفتش که باید الان رو باید تمیز کنم و اینجوری بود قشنگ نمیخوام الان بگم از شو ولی خب آره بعد که بعد از یه مدت اینا دیگه با هم دوست شدیم و رفت آمد کردیم نه رفت آمد آنچه دوست شدیم ولی آدم های خوب بودن در واقع بعد نم 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 فکر میکرد که من نفهمیدم که هنوز گیه بعد گفتش که آره من حقیقت شما با گیه مشکل دارین گفتم که نه خودم این کار رو به هیچ شما نمیپسندم عقیده من اینم به همینجا به شما بگم که فکر نکنید که الان من هوموفوبیک مثلا فوبیا دارم یا مثلا نفرتی دارم یا ولی عقایدم برای من محترمه و از نظر قانونی هم من محقی هستم که عقایدم رو بیان کنم عقاید شما اوکی برای خودتون مطرحه ولی عقاید منم برای خودم مطرحه هر کس باید احترام من کاملا بایم قضیه مخالفم چون تمام زندگی ها رو نابود که دارم با چشم میبینم اما اگر شما اینطوری هستی قضاوتتون نمی کنم و در واقع ایشون اومد گفت مشکلی داری با همچین آدم های گفتم نه من مشکلی ندارم خانواده من مشکلی ندارم خودمون دوست نداریم نمیپسندیم ولی از آدم هایی که اینجا همون تو نفر نیستیم و خیلی جالبه که خیلی هم آدم ساده ایه یعنی واقعا آدم مهربون و ساده ایه و من احساس میکنم که واقعا آدم های ساده و مهربون هم که گول همچین کاری رو میخورن و وارد این مسیر میشن احتمال اینکه یه آدم خیلی ساده اینجور بشه بیشتر از اینه که آدم که زرنگ این کار رو بکنه و بعد از اون یه بساطی شد که در واقع اولش کار میکرد پول در میورد اوکی بود بعد یادته میومد خونمون چجوری مثلا میومد اینجا تو هم بودی دیدی دیگه صورتش توپل و یه تیپ مردونه و منلی هم قشنگ شده مثلا هر کی از اون نمیخورد مثلا ولی خب دهنشو که باز میگه قشنگ از صحبتاش معلوم بود ولی از اون میدی تیپ مردونه میزد و اینا خودش میرسی آره به خودش میرسید و اینا بعد کارم میکرد و اصلا مشکل دار نبود این چیزی که میگم این نیست که یه سال باش دوست شدم سال هاست با این دوستم سال هاست خیلی طولانی شد 8 سال به بالا و بیشتر از 8 ساله و همیشه هم جالبه که مثلا هرچی درست کنه برای ما مثلا میابرد نمیدونی چقدر مهربون میکرد بعد یه دفعه میگه مثلا آدمی که حالا مثلا همین مسافرت میره به خودش مثلا اونجوری نبود که حالا بگم دیگه به این وضع وخیم باشه چقدرم برام ناراحت کننده است چون که دوست خوبمه و الان تو بیمارستانه ایشون دعوا شد و اون الیت اون دوستش که رفت موف کرد از اونجا از خونش رفت بیرون و بعد توی پندمیک بود توی کرونا بود که ایشون دیگه کار نکرد دیگه سر کار نرفت و کم کم مشکل روبی خورد بعد شروع کرد به مشروب خوردن مشروبش رو زیاد و زیاد و زیاد و زیادتر کرد و اولا مثلا اینجوری بود که حالا آخر هفته مثلا من این شخص یادم رو اسمس میداد که مثلا آخر هفته است ما میخواییم درینک بخوریم و اینا مثلا من زیاد چیز نیستم چرا درینک نمیخورین شما فلا الو به بعد یعنی میخوام بهتون بگم که اولش اینجوری بود که درینک فقط آخر هفته بعد از سر کارش میخورد اینجوری هم بود که همیشه بخوره اینم اضافه کنم قبل از اینکه به اون قضیه اصلی برسم که مثلا من باش بعضی وقتا صحبت کردم گفتم پشیمون نیست از اینکه گی یه وقت بیشتر وقتا میگفت نه ولی یه وقتایی که لوسناپ میکرد و خودش رو مثلا لو میداد و اینا
میگفتش که چرا واقعیتش احساس کنم زندگی بی هدفه و یه جایی اعتراف میکرد. حالا اینو براتون بگم، داستان قبلیش اینه که کاش اینو اول براتون میگفتم. دوست من اول با یه دختر بوده تو دورانی که خیلی بچه مثلا 15 سالش بوده، اول با یه دختر بوده، بعد با هم موف میکنن توی یه خونه و ایشون با یه مرد در ارتباط میشه که دختر مچش رو میگیره و دیگه رابطهشون تموم شد و از اونجا دیگه میشه گی و خودش میگه که تو مدرسه خیلی اذیتش میکردم. دوست من خلاصه متاسفانه توی کرونا الکلی شدید شد، به خاطر اینکه من دقیقا از حرفش افسردگی رو میفهمیدم، ناامیدی که کسی رو نداره، مخصوصا وقتی اذیتم رفت دیگه خیلی خیلی تنها شد. و بعد از اون کسی که صورتش توپل و مپل و اینا بود، یه دفعه کبدش هم کار افتاد، تک تک اعضای بدنش حالا آسیب دیده، هی بدنش آب میاد. خدا من رو ببخشه واقعا که اصلا دارم بازگو کنم چون شما نمیشناسیدش. ببخشید یکم جست و گریخته دارم میگم، ولی یه بار به من برگشت گفت، مثلا بعضی وقتا میگفتش که نه من پشیمون سال روی قد بازی، اما مثلا بعضی وقتا اینطور که من به خانواده ها حسودی میشه، مثلا اون فلانی رو میبینی بدم میاد از کسی که بچه دارم، بدم میاد از کسی که خانواده تشکیل داره، منم دارم بچه میخواد، پشیمونم. یه وقتایی میگفت، ولی یه وقتایی هم دوباره میرفت تو خود اصل که اون نقابی که زده بود که نه من پشیمون نیستم. anyway و ایشون الان توی بیمارستانه، خدا من رو ببخشه چون من دوست نداشتم که بخوام الان اینجا، ولی خب شما نمیشناسیدش بس چیزی نیستش که بگم، آبروش رفته. الان توی بیمارستانه و خیلی وضعیتش وخیمه، حتی وقتی که مثلا مرخصش میکنن یه هفته دو هفته خونه است دوباره میره تو جد. و ببین کسی که مثلا حالت دور برای 30 سال حالتو بگو و یه آدم جوون و صورت توپل اینا بوده، الان یه دفعه شده مثل پیرمرد 80 ساله. خیلی من خودم دیدمش اصلا. آره وقتی که تو دیدی شد که شده که من به این گفتم که یه وقت اکسان من نشون نده وقتی میبینیش. ولی آره دیگه اونطوریه. خیلی غم انگیزه واقعا. خیلی غم انگیزه. خیلی غم انگیزه. من واقعا آدم خوبیه. خیلی واقعا حیفه. بعد خیلی مهربونه، خیلی مهربونه و من شوکه شدم که اینا خیلی شد. بعد جالب خودش به من میگه که همه دوستام رفتن، هیچ کس من همه منو ول کردن، ولی تو فقط با من هنوز حرف میزنی. یا یه چیزی که از قلم انداختی این بود که یه دمی که مثلا دلداریش میدادیم، یه بهش امید هر دفعه میدادیم، یا مثلا یه دمی که دکتر اولش گفته بود که 50% کبد تو حد آخه اینقدر میخورد، الان بیشتر شده، الان بیشتر شده. متاسفانه وقتی دکتر بهش گفت کبد تو حد یه با پروی میخورد بازم دقیقاً، بعد میگفت من باش حرف میزدم یه وقتی میگفت نه و اولش نه، ولی بعد میگفتش که تو خیلی حرفات رو تاثیر میذاره، ولی خیلی دیر، خیلی دیر. یادم که حتی میگفتش که شاید اتوبوس به یه بار شاید بزنه اینو، از اول شما نبود، من خواهده بود خونم و ما میگفتیم که بابا مثلا به خودت داری ضربه میزنی و اینا، میگفتش که به هر حال عمر دیگه فلش خواهد نمیخواهد اینا رو بگم. اما به نظر من یکی از بدترین ضربه هایی که مثل خودکشی میمونه، خیلی شبیه، چون روحتون میمیره. اگه واقعا خودم میخواستش که مثلا طرف مرد باشه اونجوری باشه، نمیدونم، شاید یه نفری که شما میشناسید، شاید یه چیزی داره، شاید این ویدیو رو براش بفرست. امیدوارم که حالش هرکی که مشکل داره، امیدوارم که حل بشه. ما البته بر ضدش نیستیم، ولی چون یه سری داستان ها تعریف شده، یه سری چیز از خودم از نزدیک دیدم، این عقاید شخصی منه. اول طرف میگه که نه اوکیه همه چیز، ولی خب نه من تو آینده به فکر آیل آدم زن میخواد، بچه میخواد، تشکیل خانواده، چون اینا نیازهای طبیعی بدنه که از قدیم و ندیم تو بدن انسان ها بوده. بابا حیوان هم تولید مثل تو بدنشون، تو غریزه شونه، حس تولید مثل، حس غریزه طبیعی شماست و اگر که بخواد کسی دست ببره توی این طبیعت و غریزه، آخرش اشتباهی دیگه، یه جاش اشتباهی در میاد. این نظر شخصی منه، خواهش میکنم که اجازه بدید منم صحبت شخصیمو بکنم، چیزی بر علیه کسی نیست،
ولی منم هم آزادی بیان دارم، هم آزادی این که نظرمو بگم. صد درصد. و کاملا قانونیه. من میخواستم منم یه چیزی بگم راجع به دوستم. من یه همکلاسی داشتم، یادمه که دختر خوشگلی اتفاقا بود، موهاش بود، بود چشش رنگی بود، جلوی من میشست، همیشه نیمکتش بود. درست. بعد ولی همیشه خیلی حالت پسر اونه، مثلا میشد آدم فرمی پسر یه جوریه. آره محصا، مثلا اسمش محصا بود، مثلا میشونم میگم که مثلا وای محصا چه این جوریه، یه جو حالت قد بودنش حالت پسرونه بود. بعد خیلی درسش خوب بود، خیلی دختر خوشقلبی بود. بعد مثلا همیشه شاگرد اول کلاس بود. وقتی که کرونا میشه بعد همه کلاس آنلاین میشه دیگه، مثلا این کلاساشو نم نمیومد. حتی یکی از دوستای نزدیکم اون بیشتر بهش نزدیک بود، مثلا مادرشون با هم دوست بودن و اینا. یه روز مادر مهسا از مادر دوستم میخواد که دوستم بیا دیگه تو ماشین بیرون باش صحبت کنه که چرا کلاس آنلاینشو نمیاد و اینا. هیچی، دوستم شروع میکنه باش صحبت کردن و اینا، مکنه دیوونه شدی و اینا، نمیدونم با بیا چرا درستو ول کردی و اینا. اونم بهش بر میخوره که آها مامان من به تو گفته که من دیوونه شدم که نمیام کلاس آنلاینم و اینا. مثلا اصلا کلن یهو از هممون دور شد. دختری که خیلی خوشقلب بود، درسش خوب بود. بعد دیگه من چند سال میگذره و دیگه همه خب مدرسه هاشون عوض میشه و میرن خب یه کلاس های بالاتر و دانشگاه و اینا. خیلی به طور اتفاقی به من تکس میده، با هم صحبت میکنه و اینا. بعد گفتش که من میخوام تغییر جنسیت بدم. بعد با خیلی از دوستاش ارتباطو کلن قطع کرده بود. اصلا من خیلی شوکه شدم. عکسش رو فرستاد، موهاشو کوتاه کرده بود، تیپش رو پسرونه کرده بود، یه سری عمل انجام داده ولی خب کامل نشده بود. بعد کاملا عمل کرده اینا. بعد کلا نم 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 هی هر روز موقعش که میدیدم عوض شده و نمیدونم. احساس میکنم میفهمید که پشیمونه. من بهش قبل عملش گفتم که مطمئن این کارو میخوای بکنی؟ آره مطمئنم. یه ذره هم گارد گرفت مثلا اومد که نه من مطمئنم، ولی کاملا حرفش متوجه شدم که پشیمونه. گذر زمان مشخص میکنه که پشیمون میشه. بایدن چون دختر رو فریده شده و اون نیازاش یه روزی بیدار میشه. الان نمیفهم، الان یه چیزی مغزش رو گرفته که اون ایگنور، الان هم فقط داره ایگنور میکنه احساسات واقعیشو. وگرنه وجود داره. میدونم. نیاز طبیعی به جنس مخالف، نیاز به تولید مثل، اینا غریزه هایی هم که هر چقدر سرکوب بشن آخر بین نمیرن. یه جا بدتر به هم میگردن. این نظر شخصی من. من نظرم هم یه روز دوستم برای من، دوست اینجا تعریف میکنه که مثل که بچه بوده، باباش ترکش میکنه. بعد میگفته که خیلی سالها بوده که از باباش خبر نداشته، ولی هر دفعه، ولی مادره نمیذاره که دختره با باباش در ارتباط، ولی مادره بوده در واقع. مثلا حال بچه رو میپرسیده، یه سری مثلا پول میفرستاده برای بچه حالش، ولی مادره نمیذاشته که مثلا دختره چیزی بفهمه. یه روز آدرس خونه بابا رو پیدا میکنه، میره باباش رو میبینه و اینا. اول باباش تشخیص نمیده که این دخترشه و اینا. در رو باز میکنه و مثلا ما هم صحبت میکنن و اینا. بعد میفهمه که مرده خیلی افسرده، حتی مثل این که معتاد، در حدی که اصلا نمیتونسته راه بره از اوضاعش. مثلا میفهمه که باباش به خاطر این مرد بلشون کرد و خیلی دوستان عصبی میشه و اینا. در آخر هم باباش فوت میکنه به خاطر این موضوع. بعد همون پارتنر پدرش برش میکنه مرد رو با یه مرد. یه سوال ازتون دارم که دوست دارم تو کامنت ها با من بحث کنید. یه سوال، حتی سرچ کردم وقت کنجکاو شدم بعد از موضوع دوستم که دیدم سر از بیمارستان در بود و انقدر گیپا کرده بود که تا وقتی که ببین، تا زمانی که این کلیهش و تموم بدنش رو کار ننداخت بازم حاضر نبود بگه که من اشتباه. ببین مثل این تو لحظه آخر حاضرم قبول کنه. مثل اینا هستن که
پوزس میشن، تسخیر میشن که مغزشون انگار هرچی بهشون نمیتونی توش، نمیگم پوزس هستن ها، مغزشون مثلا نمیتونی توش نفوذ کنی و حرفشون یک کلامه. آیا فکر میکنید من در این حد که چون من خودم مستقیما با ایشون در ارتباط بودم این حس بهم دست داد، دست خودم هم نبود، افکارمه و حتی سرچ کردم توی اینترنت که آیا ربط داره به تسخیر و ارواح یا هر چی یا تسخیر شیطان یا هر چیزی، نمیدونم، شاید حالا این نظریه منه ولی خب هر کس نظرش برام خوش بود. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، خیلی مشتاقم که نظراتتون توی کامنت ها، چون کامنت خوندن بابت این ویدیو خیلی میتونه جالب باشه. اگه شما هم داستانی دارین نه فقط راجع موضوعی دیگه، حتما به ما بگید، حتما تلگرام رو براتون گذاشتم.